ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که برای یک دوره دیگر 6 ساله در مقامش باقی خواهد ماند، در قسمت پاسخ به پرسشی در مورد برنامه‌های روی دست داشتهش در آینده، شانه خالی کرد و طفره رفت. پوتین تحت قانون اساسی روسیه واجد شرایط نیست که در انتخابات سال 2030 رقابت کند، زیرا محدودیت 2 دوره متوالی وجود دارد. لکن در پاسخ به این پرسش که آیا او به دنبال ریاست جمهوری در سال 2030 می باشد یا خیر، رهبر 65 ساله روسیه با تمسخر پاسخ گفت. واکنش های ساکنان مسکو امروز در مورد انتخاب مجدد ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهور روسیه متفاوت بود. من از نتایج خوشحالم و برای اولین بار در سال جاری رأی دادم و احساس بسیار تازه‌ای برای من بود. من فکر می‌کنم که انتخابات عادلانه نبود، چرا که تمام فضای معلوماتی توسط یکی از کاندیدان تحت کنترل قرار داشت، کسی که در مباحثات با رقبایش در مورد اوضاع شرکت نکرده بود اما از منابع خود استفاده می کرد. انتخاب مجدد وی واکنش برخی از رهبران جهان را در بر داشت که از جمله رئیس شورای وزیران ژاپن گفت کشورش به دنبال تقویت روابط با روسیه است. روسیه شریک مهم ژاپن در منطقه آسیا و اقیانوس آرام است و ما معتقدیم که امنیت و رفاه منطقه‌ای بسیار مهم است که دو کشور همچنان به حفظ یک رابطه پایدار و بهبود همکاری متقابل ادامه می‌دهند. وزارت خارجه چین از انتخاب مجدد پوتین استقبال نموده گفت چین به خاطر تکمیل شدن و اتخاذ یک اجندای مهم سیاسی روسیه با تبریکات مزید قدردانی و از آن استقبال می کند. ما همیشه به طور قاطع از روسیه در انکشاف اوضاع آن کشور حمایت خواهیم کرد. و اما هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان ابراز داشت که انتخابات ریاست جمهوری روسیه را مطمئنا نمیتوان به عنوان یک مبارزه سیاسی منصفانه شناخت. ما انتظار داریم که روسیه همچنان یک شریک دشوار باقی بماند، اما روسیه به حل اختلافات بزرگ بین المللی نیاز دارد. به همین دلیل ما می‌خواهیم گفتگو را ادامه دهیم. با این حال ما انتظار مشارکت سازنده سوی روسیه را بیشتر از آنچه داریم که ما آخرین بار با هم دیدیم. این پیروزی پوتین را طولانی ترین رهبر روسیه پس از جوزف استالین دیکتاتور اتحاد جماهیر شوروی سابق می سازد. بسیاری از منتقدان انتظار دارند که وی از این مقام با محدودیت های زمانی کنار رود و یا موقف دیگری را در دولت اختیار کند. وی همچنین گفت که پس از مراسم تحلیف به ایجاد تغییرات کابینه‌اش تصمیم خواهد گرفت. لیلا مهبی بزیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.